سلام و خوش آمدید به شما متعلمین گرامی. به برنامه مکتب هادی خوش آمدید. امروز درس دوم از فصل سوم کیمیای صنف هشتم رو در خدمت شما عزیزان هستیم که می‌خواهیم امروز در رابطه با موضوعات این فصل با هم کار کنیم. نمبر ارتباطی برنامه رو از یاد نبرید. 2064-780-255-4013 که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید و کار خانگی خود برای ما روان کنید. خب شاگردان و متعلمین گرامی، با ادامه درس با ما همراه باشید. موضوع هایی که امروز در این درس میخواهیم با شما با هم کار کنیم در رابطه با آیون ها می باشد. با شما می خواهیم امروز کار کنیم، یاد بگیریم که آیون ها به چه مرکبات یا اتم هایی گفته می شود، چند قسم آیون در اطراف ما موجود است و همچنان رابطه آیونی چی می باشد و هم یک جای کار می کنیم. و اما آیون چی است؟ اگر یادتون باشه در جلسات پیش شاگردها و متعلمین گرامی ما شما یاد گرفتیم، گفتیم اگر اتم ها بخواهد به حالت اوکتت یا حالت پایدار 8 الکترونی برسند، یا باید الکترون ها را از دست بده یا الکترون دریافت کنه که در این صورت دارای چارج مثبت و منفی می شد که به این اتم ها آیون نیز گفته می شود. پس آیون یک اتم یا گروپی از اتم ها می باشد که در نتیجه تعاملات کیمیاوی یا الکترون دریافت میکند یا که الکترون خود از دست میده. با عنوان مثال یک آیون برای شما در شکل زیر مثال زده شده است. اتم سدیم را دقت کنید که مربوط به گروه اول است، در قشر ولانسی خود دارای یک الکترون تاقه میباشه که با از دست دادن الکترون تاقه خود به حالت اوکتت میرسد. و همچنان اتم کلورین را مشاهده میکنید که در قشر ولانسی خود دارای 7 الکترون میباشد که برای اینکه به حالت 8 الکترونی برسد 1 الکترون باید دریافت کند. الکترون دریافتی خود از چی میگیره؟ از اتم سدیم. خب ما گفتیم که اتمی که الکترون خود از دست میده دارای چارج مثبت میشود و اتمی که الکترون دریافت میکند دارای چارج منفی میشه. به این اتم ها که دارای چارج مثبت و منفی میباشد آیون گفته میشود. پس از این بعد شما هر کجای اتمی یا گروپی از اتم ها را مشاهده کردین که دیدین در اتم چارج مثبت و منفی موجود داشت، به طور حتم میگین که یک آیون میباشه، اتم خنسا نیست. پس این شد تعریف آیون. آیون ها از نظر ساختاری به دو دسته منقسم میشه. دسته کتیون ها و انیون ها که هر کدوم را جداگانه با هم یک جای کار میکنیم که کتیون چی است و انیون چی میباشد. کتیون به اتمی گفته میشود که با باختن الکترون چارج مثبت را به خود اختیار میکند. با عنوان مثال ساختار یک کتیون در شکل زیر برتون آورده شده است. خوب دقت کنید. اگر اتمی داشته باشیم به حالت خنسا باشه، یعنی تعداد الکترون های آن با چارج منفی با تعداد پروتون های آن با چارج مثبت برابری کند. در این اتم شما مشاهده می کنید 3 پروتون موجود است و 3
الکترون پس از اتم خنثی می باشد. و محض اینکه اتم یک تا از الکترون‌های خود از دست می دهد، تعداد الکترون‌های آن از 3 می شود 2 الکترون. در این صورت اتم مورد نظر دارای چارج مثبت می شود. چون دارای چارج مثبت می شود با آن کاتیون گفته می شود. پس کاتیون به اتم هایی گفته می شود که دارای چارج مثبت می باشد. شما هر جایی که دیدین یک اتم دارای چارج مثبت می باشد سریع میگین که یک کاتیون می باشد. و اما در مقابل کاتیون ما اتم هایی را داریم به نام انیون. انیون ها درست برعکس کاتیون ها می باشد. به اتم هایی گفته می شود که با گرفتن الکترون چارج منفی را به خود اختیار می دهد. با عنوان مثال باز به شکل زیر دقت کنید، ساختار یک انیون برای شما نشان داده شده است. اگر یک اتم خنثی داشته باشین به این صورت که تعداد الکترون های آن با تعداد پروتون های آن برابری کند که در این شکل 3 الکترون و 3 پروتون مشاهده می کنید. امی اتمی که خنثی است و تعداد الکترون ها و پروتون های آن برابری می کند، به محض اینکه الکترون دریافت کند تعداد الکترون های آن از 3 به 4 تا افزایش پیدا می کند. در این صورت اتم مورد نظر چون تعداد الکترون های آن یک واحد بیشتر از تعداد پروتون های آن شده دارای چارج منفی می شود که به آن انیون گفته می شود. پس بنابراین هر اتمی که دارای چارج منفی می باشد به آن انیون گفته می شود. از این بعد شما هر اتمی را که دارای چارج منفی می باشد را مشاهده کنید، سریع می تونید بگید که یک انیون می باشد، یک اتم خنثی نیست. پس با انیون ها و کاتیون ها آشنایت پیدا کردید. یک نکته در رابطه با انیون ها و کاتیون ها می باشد که اینجا برای شما اشاره میکنه میره از یاد نبرید و دقت کنید. اگر یادتان باشد در جدول دورانی یا دوره‌ای ما شما یاد گرفتیم و خواندیم که از دو بخش بسیار مهمی فلزات و غیر فلزات تشکیل شده بود. چون ما در تعاملات کیمیاوی و در فرمول‌های کیمیاوی هم با فلزات و غیر فلزات بسیار سر و کار داریم و پرکاربرد می باشه، پس بنابراین برای ما اهمیت داره که بدانیم فلزات و غیر فلزات در کدام دسته از آیون ها قرار می گیرن. به طور کلی با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که فلزات داره، همیشه فلزات در نقش کاتیون عمل می کند. یعنی دوست دارن فلزات الکترون همیشه از دست بیته. چون دوستار الکترون از دست بیته پس دارای چارج مثبت هست همیشه و در نقش کاتیون رفتار میکند. اما در مقابل آن غیر فلزات برعکس عمل میکند. چون دارای خصوصیت این میباشد که الکترون را بسیار دوست داره غیر فلزات. چون خیلی دوست داره الکترون دریافت کنه، همیشه دارای چارج منفی می باشد و در نقش انیون رفتار می کند. پس فلزات با عنوان کاتیون یاد می تونیم بکنیم و غیر فلزات را با عنوان انیون می تونیم یاد کنیم، چون دارای خصوصیات غیر فلزات دارای خصوصیات انیون می باشد و فلزات دارای خصوصیات کاتیون می باشد. این نکته را به ذهن خود بسپارین و خوب به آن دقت کنید و یاد داشته باشید. دیگه تقسیم بندی ایون ها را هم داریم. تقسیم بندی اول که در ابتدای درس براتون گفتیم، یاد کردیم که آیون ها به دو دسته کاتیون ها و انیون ها با توجه به چارج مثبت و منفی که به خود اختیار میداد تقسیم میشد. تقسیم بندی دوم آیون ها با توجه به تعداد اتم هایی که در ساختار آنها به کار گرفته می شود به دو دسته آیون مرکب و آیون ساده تقسیم میشه که حالا در ادامه با هم
یاد میگیریم و کار خواهیم کرد که آیون ساده و چه آیون های گفته می شود و آیون مرکب چه قسمی آیون ها می تانه باشند. آیون های ساده هم قسم که از نامشان پیدا هست شاگرده و آیون های گفته می شود که از یک تا اتم ساخته شده است. ساختار بسیار ساده ای دارد. با عنوان مثال به شکل های زیر دقت کنید، برای شما آیون های ساده مثال زده شده است. Cl منفی با یک چارچ مثبت، Na مثبت با یک چارچ مثبت، Cu مثبت یا N با 3 چارچ منفی، ونادیم با 4 چارچ مثبت. هر کدام از این مثال هایی که در شکل برایتان زده شده است یک نوع آیون ساده می باشد. آیون می باشد از این خاطر که هر کدام اگر دقت کنید دارای چارچ مثبت یا منفی می باشد. ساده گفته می شود از این خاطر که همگیشان اگر دقت کرده باشید از یک تا اتم تشکیل شده است. هیچ کدام دو اتمی نمی باشد. پس این می شود آیون ساده. در ادامه برخی از آیون‌های ساده را که بسیار زیاد در تعاملات کیمیاوی با آن سر و کار داریم و کار می‌کنیم را آورده شده در یک جدول که مهمترین آنها را برای تخته سیاه با کمک هم یادداشت می‌کنیم که اینها را به ذهنتان بسپارید و یاد داشته باشید که این آیون‌ها نامشان چی هست و سمبولشان چی هست که در تعاملات کیمیاوی هر وقت مشاهده کردین را یاد داشته باشید. مهمترین آیون های ساده که باید ما شما یاد داشته باشیم. این ای مثبت که آیون سدیم با آن گفته می شود. دیگه چی آیون های کی مثبت که آیون پتاسیم با آن گفته می شود. دیگه آیون اف منفی، سی ال منفی که مربوط به گروپ هلوجن ها می باشد. سی ال منفی، بی آر منفی و آی منفی. که هر کدام نامایش باید یاد داشته باشید. اف منفی را به آن فلوراید گفته میشه. ببینید که نام انیون ها با چارچ منفی با نام کتیون ها فرق داره. در نامگذاری کتیون ها که حالا باز در درس های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد، در اینجا به طور مختصر با آن اشاره میکنیم. در نامگذاری کتیون ها آیون رو نوشته میکنید و بعد از اون نام عنصر مورد نظر رو نوشته میکنید. آیون سدیم، آیون پتاسیم. اما در نامگذاری آنیون ها در آخرشان سعی کنید نام عنصر مورد نظر رو نوشته میکنید و در آخر آن یک عد رو اضافه میکنید. پس میشه فلوراید. نام آنیون سی ال منفی میشود کلوراید. نام بی آر منفی می شود برومید. نام انیون آی منفی می شود آیوداید. خب این می شه مهمترین آیون های ساده که باید شما را یاد داشته باشید. یا یکی دیگه از مهمترین آیون های دیگه که ما نوشته کنیم در این قسمت، N با 3 چارچ منفی که می شود نایتراید یا P با 3 چارچ منفی که می شود فاسفاید. اینها مهمترین آیون های ساده می باشد که شاگردها باید یاد داشته باشید. و اما آیون مرکب چی است؟ آیون های مرکب همونطور که از نامش پیدا می باشد مرکب می باشد برعکس آیون های ساده.
آیون های مرکب به آیون هایی گفته می شود که از دو یا بیشتر از دو اتم تشکیل شده است. با عنوان مثال به ساختارهای زیر دقت کنید. این ساختارها مربوط به یک آیون مرکب می باشند. به ساختار اولیه دقت کنید. NO3 منفی. می بینید که در ساختار NO3 منفی چون دارای چارج منفی می باشد یک آیون می باشد. مرکب می باشد. چرا؟ چون هم از اتم نایتروژن تشکیل شده است، هم از 3 تا اتم اکسیژن ساخته شده است. از 2 نوع اتم تشکیل شده است. پس یک نوع آیون مرکب است. یا به ساختار دومی دقت کنید. SO4 با 2 چارج منفی. یک آیون است چون دارای چارج است، چارج منفی است. یک مرکب می باشد چون از اتم های سلفر و همچنان 4 تا اتم اکسیژن ساخته شده است. پس یک مرکب می باشد چرا چون از بیشتر از دو اتم یا ممکن است در برخی از مرکبات بیشتر از دو اتم تشکیل شده باشد. این مثال هایی از آیون های مرکب می باشد. در ادامه باز برخی از نام های برخی از آیون های مرکب برای شما آورده شده که جدول بسیار بسیار مهم است، باید یاد داشته باشید. اما بر روی تخته سیاه مهمترین آیون های مرکب با هم یادداشت میکنیم که اینها مهمترین است در تعاملات کیمیایی و ما و شما باید یاد داشته باشید. مهمترین آیون های مرکب. یک تا از آیون های مرکب بسیار مهم NH4 با یک چارج مثبت می باشه که به آن آیون امونیم گفته می شه. دیگه چی می تونه باشه از آیون های مرکب مهم؟ NO3 منفی. NO3 منفی که به آن آیون نایتریت گفته میشه. دیگه چی میتونه باشه؟ OH منفی که آیون هایدروکساید گفته میشه. دیگه PO4 با 3 چارج منفی که به آن فاسفید گفته میشه. همچنان CO3 با 2 چارج منفی دقت کنید. بسیار پرکاربرد میباشه که به آن آیون کاربونیت گفته میشه. دیگه آیون های مختلف و اینجا برای شما آورده شده که هر کدام بنابرای خود مهم میباشه. اما این آیون هایی که اینجا برای شما اسم آورده شده بسیار مهم است. چرا؟ چون در تعاملات کیمیایی و در معادلات کیمیایی بسیار پرکاربرد می باشه. اینها را نامایش یاد داشته باشید، همچنان مرکباتی را که اول اینها را یاد داشته باشید و بعد از اون به جدولی که در سلات برای شما آورده شده است نام های آیون های ساده و آیون های مرکب یاد داشته باشید که معلومات اضافه تر داشته باشید. بسیار خوب است. و اما رابطه آیونی چی است؟ ما شما یاد گرفتیم در درس که آیون چی است که شامل کتیون و انیون می باشه. حالا می خواهیم ببینیم که رابطه ما بین آنها چه قسمی است. اگر یک کتیون داشته باشین که دارای چارج مثبت باشه به این صورت و یک انیون داشته باشید که دارای چارج منفی باشه به این صورت، بین کتیون و انیون که دارای چارج مثبت و منفی می باشه وقتی که این دو آیون به هم نزدیک می شود و به هم می چسبه رابطه ما بین آنها تشکیل می شه به نام رابطه آیونی. پس رابطه آیونی قوی جاذبه یا کشش بین انیون و کتیون می باشد. پس اگر از شما سوال شد که رابطه آیونی بین چی آیون هایی می باشه، میگین بین انیون و کتیون می باشه که در ساختار زیر در مثال های زیر به شما رابطه آیونی مشخص شده است. اتم سدیم رو مشاهده می کنید K
که با از دست دادن یک تا الکترون تاقه خود به صورت کتیون با چارج مثبت در آمده و اتم سدیم رو مشاهده میکنیم که با دریافت یک الکترون به آنیون تبدیل شده با چارج منفی و میبینید که در آخر بین Na مثبت و Cl منفی که کتیون و آنیون میباشه یک رابطه ایونی تشکیل شده است. مثال دیگه مگنزیم است که با از دست دادن دو الکترون خود دو چارج مثبت را دریافت میکنه، یک کتیون با دو چارج مثبت میشه و اکسیژن را مشاهده میکنید که در اطراف خود دارای 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا الکترون میباشه که با دریافت دو الکترون و تبدیل شدن به انیون به ساختار 8 الکترونی میرسه و ساختار انیون را به خود میگیره. و در آخر هم میبینید که بین Mg با دو چارج مثبت و اکسیژن با دو چارج منفی یک رابطه ایونی تشکیل میشود. شما میتونید مثال های زیادی را در رابطه با تشکیل رابطه های ایونی در کتابچه های خود حل کنید و به عنوان کار خانگی برای ما روان کنید. یک کار خانگی هم برای شما در انتهای درس آورده شده که با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفتین میتونید در خانه های خود حل کنید و برای ما روان کنید. کار خانگی اولتان قسمی است. رابطه آیونی بین یک خانه خالی و خانه خالی تشکیل می شود. این جای خالی را شما باید پر کنید. فلزات در تعاملات کیمیاوی الکترون جای خالی و غیر فلزات در تعاملات کیمیاوی الکترون جای خالی. این جای خالی ها را شما باید پر کنید که فلزات با توجه به مطالبی که در درس خواندید فلزات الکترون از دست میتکه یا دریافت میکنه، همچنان غیر فلزات را. کار خانگی دومتون به این صورت آورده شده، به تصویر زیر خوب دقت کنید کدام یک فلز میباشه و کدام یک غیر فلز. باز هم با توجه به خصوصیتی که فلزات و غیر فلزات داره که آیا میتونه در نقش کتیون باشه یا انیون، یک شکلی برای شما در این قسمت داده شده که شما با توجه به مطالبی که در درس خواندین میتونید به راحتی تشخیص بدین در این شکل که کدام یک فلز و کدام یک غیر فلز میباشه که هر کدام مشخص میکنید. خب درس امروز ما به اینجا با آخر رسید. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. امروز ما و شما یاد گرفتیم که آیون چی است، با کتیون و آنیون آشنا شدین و همچنان رابطه آیونی را یاد گرفتین و مهمترین آیون های ساده و آیون های مرکب با هم یک جای یاد گرفتیم. خب شاگرد ها و متعلمین عزیز، شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.